نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه اول ماه ثور سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه اپریل سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. دین مقدس اسلام را حمایت. قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت. کسایی که رشوت گرفته شده و معاجل معرفی کننش. مشروع خبرها. 16 وزیر تازه کابینه امروز در کاخ ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور پس از دادن سوگند به این وزیران از آنان خواست تا بیدرنگ به کارهایشان آغاز نمایند. در این مراسم رئیس جمهور از وزیران تازه خواست که با تمام نیرو در راستای خدمت به مردم تلاش نمایند. این وزیران کابینه به روز شنبه از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند. کریم امینی گزارش می‌دهد. قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت. سوگند خوردند و کولبارهای مسئولیت بر دوش کشیدند. و از استقلال تمامیت ارضی 16 کرسی بی وزیر حکومت پر شدند، اما کابینه هنوز ناتکمیل مانده. کرسی وزارت دفاع ملی پس از گذشت 7 ماه از عمر حکومت وحدت ملی هنوز وزیر ندارد. رئیس جمهور پس از دادن سوگند به وزیران تازه از آنان خواست که بیدرنگ به کار آغاز نمایند و از هوادارانشان بخواهند که با آوردن گلهای کاغذی مزاحم کار وزیران تازه نشوند. کار مانعت زیاد است. تنها یک خواهش داریم که تمام کسایی را که گلای کاغذی برتان میرند بگوین که لطفاً پیشتان نبیند، یا روز یک ساعت یا دو ساعت معین کنین که دمو دو ساعت بیایند. رئیس جمهور میگوید در 3 هفته آینده برنامه 100 روزه کابینه باید جهت داده شود و کابینه گام های اجرایی بردارد. اما به گفته رئیس جمهور گوشی های موبایل وزیران تازه از همین اکنون مصروف شدند و حتی رئیس جمهور و رئیس اجراییه به سختی میتوانند به این وزیران دسترسی پیدا کنند. در او شب تلفون هایتان به اندازه مصروف بود. ما دکتر صاحب عبدالله جنرال صاحب دانش صاحب که صحبت کردیم فتن پیدا کردن شما آسان نیست. دیگه به اونایی که رسیدیم بازم مبارک، به اونایی که نرسیدیم مبارک از اثر میتیم. خداوند ای کابینه را، ای دولت و ای ملت موفق و پیروز داشته باشه. در این میان معاون دوم رئیس جمهور هنگام معرفی وزیر تازه معارف به این وزارت از وی خواست تا برای از میان برداشتن چالش‌های فراراه آموزش و پرورش به گونه جدی تلاش نماید. با استفاده از تجربیات گذشته افغانستان و تجربیات بین‌المللی در زمینه معارف و تعلیم و تربیت به سمت حرکت کنیم که واقعا جامعه ما، کشور ما، جامعه شما متکی بر 3 عنصر دانایی، توانایی و عدالت و رفاه و آسایش برای زندگی مردم. کابینه موتور حرکت دهنده حکومت پنداشته می شود. اکنون با برا افتادن این موتور مردم انتظار دارند تا تغییری را که به امید آن به پای صندوق‌های رأی رفتند ببینند. چین و پاکستان برای کمک به گفتگوهای صلح افغانستان توافق کردند. رئیس جمهور چین در دیدارش از اسلام آباد خواهان تلاش‌های بیشتر پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان شده است. اسلام آباد و بیجینگ گفتند که تغییر اوضاع در افغانستان بر امنیت و ثبات منطقه اثرگذار است. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز برای آغاز گفتگوهای صلح تلاش‌هایش را آغاز کرده است. در این حال شورای عالی صلح و وزارت امور خارجه از این تلاش‌ها استقبال می‌کنند.
شکیلا ابراهیم خیلی گزارش می‌دهد. پاکستان و چین برای افزایش همکاری‌هایشان در افغانستان و پشتیبانی از تلاش‌های سال با رهبری افغانان توافق کردند. رئیس جمهور چین در دیدارش از اسلام آباد خانه تلاش‌های بیشتر برای آوردن صلح در افغانستان شده است. اسلام آباد و بیجنگ باور دارند که تغییر اوضاع در افغانستان بر امنیت و ثبات منطقه اثر می‌گذارد و رسیدگی به مشکل امنیتی افغانستان وظیفه کشورهای منطقه است. چین از تلاش‌های فوق‌العاده پاکستان در راستای مبارزه با هراس افغانی ستایش می‌کند. ما از راهبرد ضد هراس افغانی پاکستان برای نابودسازی تمام گروه‌های هراس افغان در خاک این کشور پشتیبانی می‌کنیم و آماده هستیم تا برای افزایش ظرفیت‌های این کشور در جنگ با هراس افغانی کمک کنیم. ما برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان و تلاش‌های پاکستان در این زمینه پشتیبانی می‌کنیم. در همین حال چین از گسترش ناامنی ها در امتداد مرزهایش با افغانستان و پاکستان نگران است. اما نخست وزیر پاکستان تاکید می‌ورزد که اسلام آباد و بیجنگ برای ریشه‌کن ساختن هراس افغانی و برقراری ثبات در کشورهای منطقه تلاش‌هایشان را افزایش خواهند داد. ما برای ادامه همکاری در نبرد با هراس افغانی تا زمانی اراده خواهیم داشت که این پدیده شیطانی از خاکمان پاکسازی شود. من به رئیس جمهور چی اطمینان دادم که پاکستان امنیت چین را به اندازه امنیت خودش مهم می‌داند. در همین حال شورای عالی صلح هر تلاش را برای تامین صلح در منطقه استقبال می‌کند. قول و قراری که امدفع به ارتباط مسائل امنیتی داده شده به چین چون درگیره و یک در کمکا هست، از این واسطه من فکر میکنم که پاکستان لاجرم باید به قول و قرارهای خود استاده باشه. همزمان با این جانکری وزیر امور خارجه امریکا در دیدار با همتای البانیاییش در واشنگتن میگوید که ایالات متحده در مبارزه با هراس افغانی در هر بخشی از جهان متحد است. ایالات متحده با متحدانش برای نبرد با هراس افغانی به ویژه داعش در هر بخش از جهان متحد است و ما در این باره ابتکارهایی را خودمان عملی خواهیم کرد. از سوی دیگر ایالات متحده امریکا برای جلب همکاری کشورهای آسیای میانه برای آمدن ثبات در افغانستان هیئت بلندپایه‌ای را به این کشورها فرستاده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که معاون وزارت امور خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی و معاون فرستاده ویژه واشنگتن برای افغانستان و پاکستان مشمول این هیئت هستند. کسانی که از پیمان سوختبار وزارت دفاع ملی از پیمان کاران رشوه گرفتند باید افشا شوند. وزیر پیشین اقتصاد که عضویت کمیسیون ویژه تدارکات را داشت فساد را در این پیمان رد نمی کند، اما می گوید که باید رشوه خوران نام برده شود. هیئت بررسی پیمان های وزارت دفاع ملی اعضای کمیسیون ویژه تدارکات را نیز به دست داشتن در این فساد کلان متهم کرده است. در این فساد مقام های سه نهاد دولتی متهم شدند، اما تا کنون از این مقام ها بازجویی نشده است. در این باره صالحه سادات گزارش دارد. هیئت بررسی پیمان های وزارت دفاع ملی، مقام های وزارت دفاع ملی، اداره بازسازی و توسعه افغانستان و کمیسیون ویژه تدارکات را در یک فساد بیش از 100 میلیون دلاری سوختبار وزارت دفاع ملی متهم ساخت. اکنون یک عضو کمیسیون تدارکات ویژه می گوید که رشوه خوران باید افشا شوند. 5 میلیون رشوت را که اینا ادعا کردن که در این 5 میلیون رشوت گرفته شده، باید کسایی که رشوت گرفته شده عاجل معرفی کنندش. وزیر پیشین اقتصاد عمر زاخلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور را مسئول می داند و می گوید که مشاور رئیس جمهور نه تنها رئیس کمیسیون ویژه تدارکات بود، بل اداره تنظیم پیمان ها را نیز به گونه مستقیم نظارت می کرد. وقتی که در رأس یک کمیسیون کسی قرار داشته می باشد، بیشتر کار مربوط از اونا می باشد، با خصوصی که سکرتاریت هم در زیر نظر وزارت مالیه کار می کنند. معین وزارت عدلیه که به جای وزیر پیشین عدلیه در این پیمان امضا کرده است، نیز خواهان افشا شدن رشوه خوران است. وقت افشا نشه و خود اینجا من متهم هستم. وزیر اقتصادم متهم است، وزیر مالیه هم متهم است، به عنوان اعضای کمیسیون تدارکات خاص
و من میگم یک افغانی اگر علیه ما کسی ادعا بکنه حداقل که آدم در این رابطه رشوت گرفته اختلاس کرده، ما حاضر هستیم جواب بگیم. در حالی که هیئت بررسی پیمان‌های وزارت دفاع ملی گفته است، تمامی کسانی که در پای این پیمان امضا کردند، تمامی آنها در پیش ما متهم هستند، افزون بر برکناری باید مجازات هم شوند و دارایی‌های آنان نیز بررسی شوند، اما کسانی که در این فساد متهم شدند، هنوز به دفترهایشان کار می‌کنند. در این میان یک نماینده مجلس می‌گوید که حکومت توان به دادگاه کشانیدن فساد پیشگان این پیمان را ندارد. ما در بسیاری جای شسته بودیم که امی گفه مطرح شده که چرا امی نفر دستگیر نمیشه که فساد کده و در وزارت دفاع. اونا گفته که اگر امی را دستگیر کنیم امی زروکی علی هم حکیم است، حکومت مثل داود خان واره و نجیب واره حالت میاید. در رویداد بدخشان افسران ارتش ملی به علت نبود نفت در کاروانهایشان نتوانستند از محل فرار کنند و از همین رو این رویداد به سر بریدن شمار از افسران انجامید. یک مقام وزارت دفاع ملی با اشاره به چنین چالش ها خواهان به کیفر رسیدن فساد پیشگان است. هر کسی که مرتکب به جرم است و باید مجازات شود و ما و رهبری وزارت دفاع ما در مجموع منتظر نتایج خواسته شده ای که باید این نتیجه بدیس به منتظر هستیم. پیش از این نیز یکی از پشتیبانان رئیس جمهور در هنگام انتخابات گفته است که رسیدگی به پرونده های فساد سوختبار وزارت دفاع ملی مانند پرونده های کابل بانک زخم ناسوری خواهد بود که رسیدگی به آنها ناممکن است. مجلس سنا در نشست امروز فیصله کرد که هفته آینده مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا را برای پاسخگویی به این مجلس فرا بخواند. سناتوران از گفته‌های والی پکتیکا درباره دادن پول به خانواده‌های داعشیان از سوی شورای امنیت ملی ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا باید در این باره به آنان توضیح بدهند. والی پکتیکا شورای امنیت ملی را با کمک به خانواده‌های داعشیان در ولسوالی برمل متهم کرده است. میر عابد جوینده در این باره گزارش تهیه کرده است. دو روز پیش والی پکتیکا ادعا کرد شورای امنیت ملی $200,000 را به خانواده های داعش در ولسوالی برمل این ولایت کمک کرده است. حالا این گفته های والی پکتیکا نگرانی های شماری از سناتوران را برانگیخته است و آنان خواهان روشن شدن این مسئله از سوی رئیس جمهور و شورای امنیت ملی هستند. باید پاسخ بگوید که چرا به خانواده های داعش اینا کمک میکنه؟ اصلا پالیسی کمک برای خانواده های داعش چی است؟ قطعا باید شورای امنیت در این مورد پاسخ بگوید. شمار دیگری از سناتوران از اقدام والی پکتیکا برای افشای دادن پول به خانواده های داعش ستایش میکنند. در همچون مواقع اگر ما همچون صداها را از نطفه خاموش کنیم، پس در اینجا دیگه هیچ احد مناناس دیگه باز جرأت نمی کنه که سر داعش انتقاد کنه، سر حکومت انتقاد کنه، سر شورای امنیت انتقاد کنه. نه والی، نه وزیر و نه نماینده مردم که در مجلس سناست و ولسی جرگه است و نه کسانی که مسئولیت دارند در دولت افغانستان از قانون بیخبر باشند. بدون اسناد و شواهد صدای خود را بلند بکنند و به ایر رسانه‌ای بسازند و به اطلاع مردم برسانند. مجلس سنا در پایان نشست روز سه‌شنبه فیصله کرد تا هفته آینده مشاور شورای امنیت ملی و والی پکتیکا را به این مجلس فرا بخواند. دو شورای امنیت پسنگ والی پکتیکا هم بغوارو که شاید ممکن بعض اصالای داشته باشد که در مجلس به ما اعراب بکنند. موافق است این سنات رسوی با؟ درست است. والی پکتیکا همراه رئیس شورای امنیت. سناتوران از افزایش فعالیت‌های گروه داعش در چند ولایت افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان اقدام جدی نهادهای امنیتی در برابر فعالیت‌های این گروه هستند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. حکومت چین پاکستان را در پیکار با هراس افغانی تنها نخواهد گذاشت. رئیس جمهور چین که امروز در پارلمان پاکستان سخن میگفت میگوید که بیجینگ اسلام آباد را در افزایش ظرفیت ها برای پیکار با هراس افغانی کمک خواهد کرد. در این حال نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز تاکید میورزد که اسلام آباد و بیجینگ برای ریشکن ساختن هراس افغانی متحدانه کار خواهند کرد.
رئیس جمهور چین به روز سه‌شنبه بعد در پارلمان پاکستان حضور یافت، حضوری که با استقبال گرم قانونگذاران پاکستانی روبرو شد. ما با پاکستان برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی کار خواهیم نمود تا بتوانیم امنیت قابل اعتماد را برای همکاری‌های اقتصادی و توسعه مشترک فراهم سازیم. آقای رئیس جمهور، اجازه دهید تا اطمینان دهم که پاکستان امنیت چین را امنیت خودش میپندارد. ما برای ریشه‌کن‌سازی پدیده هراس افغانی متحدانه کار خواهیم کرد. رئیس جمهور چین که در یک سفر دو روزه به روز دوشنبه به پاکستان رسید، 51 توافقنامه را در بخش‌های گوناگون با پاکستان به امضا رسانید. بر بنیاد این توافقنامه‌ها بیجینگ 46 میلیارد دلار را در پروژه‌های جاده‌سازی، ساخت بندها و تأسیسات زیربنایی دیگر در پاکستان هزینه خواهد کرد. در پایان این سفر، پاکستان بلندپایه‌ترین نشان غیر نظامی کشورش را به رئیس جمهور چین اهدا نمود. و اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر با 12 عضو دیگر جنبش اخوان المسلمین به 20 سال زندان محکوم شدند. دادگاهی در قاهره میگوید که محمد مرسی در پیوند با دست داشتن در قتل 10 معترض در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در ماه دسامبر سال 2012 میلادی به 20 سال زندان محکوم شده است. حکومت محمد مرسی در سال 2013 پس از اعتراضات گسترده مردمی از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس ارتش مصر سرنگون شد. 17 تن بامداد امروز در پاکستان اعدام شدند. رسانه‌های پاکستانی نگاشتند که این افراد در شهرهای گجرانوالا، فیصل آباد، سیالکوت، ملتان، ساهیوال، گجرات، لاهور، راولپندی و کویته حلق‌آویز شدند. این افراد به دست داشتن در فعالیت‌های هراس افغانانه، قتل و تجاوز جنسی متهم بودند. رئیس جمهور ایران یک بار دیگر بر یک آتش‌بس بیدرنگ در یمن تاکید می‌ورزد. حسن روحانی از ائتلاف عرب می‌خواهد که برای آغاز گفتگوهای صلح میان طرف‌های درگیر در یمن، حمله‌های هوایی را متوقف سازد. حمله‌های هوایی ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی برای نابسازی شورشیان شیعه مذهب حوثی در یمن از نزدیک به یک ماه به این سو ادامه دارند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. مسئولان اتاقهای تجارت سنتی از افزایش 50% رویدادهای آدمربایی در بخش خصوصی در ولایت‌های هرات، ننگرهار و کابل خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که بسیاری از ربایندگان با کاربرد از نام مخالفان مصالح دولت بازرگانان را می‌ربایند و با آنان هشدار می‌دهند که اگر به حکومت اطلاع دهند کشته می‌شوند و زمین رو را این افراد از چنگ ربایندگان با معامله‌های پولی انجام می‌شوند. از سوی هم مسئولان اتاقهای تجارت سنتی می‌گویند که در چند ماه اخیر هزینه‌های امنیتی بازرگانان و سرمایه‌گذاران تا 15% افزایش یافته‌اند. ذبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع میگویند که اکنون ربایندگان با شیوه‌های گوناگون تلاش دارند باره بودن بازرگانان و یا اعضای خانواده‌هایشان پول هنگفته به دست دارند. معاون اتاقهای تجارت و صنایع میگوید که حکومت در تامین امنیت بازرگانان ناتوان بوده است و در چند ماه اخیر رویدادهای آدمربایی در ولایت‌های هرات، کابل و ننگرهار تا 50% افزایش یافته‌اند. با باور وای زورمندان محلی، دزدان و حتی شمار از کارمندان دولت در این آدمربایی‌ها دست دارند. اطلاعات چې موږ ورکړي دي دوی تلیفونونه کنټرول شوي دي په اکثر په دولتي موسسو نه تلیفونونه کېږي. داسې خلک شته دی چې یعنې داسې زورور او هغه خلک چې پخوا یې قراداتونه او شیان درلودل او قراداتونه یې اوس د لاسه ورکړي، اوس خلک تهدیدوي د خلکو نه په شکل د یو اشکالو باندې پیسې اخلي. دا په دې معنا نه ده چې د غټ تاجر صدقه کوي، حتی د زرو ډالر نه نیولې تر 15,000 ډالر پورې، تر 10,000 ډالر پورې د خلکو نه شکوي. وضعیت داریم که سرمایه‌گذارای ما و روز به روز هرات و مقصد کشورهای خلیجی ترک میکنند و سرمایه گذاری را به حالت استوب قرار دادند به خاطر همین ناامنی و همین شرایط. اما سخنگوی وزارت داخله میگوید که در نتیجه تلاش های این وزارت آدمربایی ها در کشور کاهش یافتند. با کسایی که در اختطاف با خصوص اختطاف تجار دست داشتن، پلیس افغانستان به گونه بسیار جدی مبارزه کرده و ما حاضر و آماده و اراده را هم داریم که با اختطافچی و بخصوص کسایی که به تجارت ما صدمه برسانه مبارزه بکنیم. امیدوار هستیم که تجار محترم با ما یک جای کار کنند و پلیس را اعتماد کنند.
در امین المسئولان اتاقهای تجارت و صنایع میگویند که در چند ماه اخیر تقاضاهای بازرگانان به جنگ افزارها از وزارت امور داخله بیشتر شده است و هزینه های امنیتی بازرگانان نیز تا 15% افزایش یافتند. یعنی که منگا پا کال که پا میاش که وزارت داخلی تا حداقل در 500 تاجر و پیشنهاد رو وست در 100 تاجر رو چه علا ده تسلاور. این در حال است که گفته می شود مشکلات روزافزون اقتصادی در کشور، نبود مسئولیت جان و مال بازرگانان و سرمایه گذاران زمینه را برای فرار سرمایه ها از کشور فراهم خواهند ساخت. شمار از آگاهان اقتصاد در کنار وجود آدم ربایی ها حمله های اخیر بر مراکز بازرگانی را در کشور نیز نگران کننده می دانند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 90 پول، یک یورو 61 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 925 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی. بازم خوش آمدید. تیم ملی کرکت ناشنوایان افغانستان در رقابت‌های کرکت آسیایی در برابر پاکستان میزبان شکست خوردند. در این دور افغانستان در 10 اوور 74 دوش را برای پاکستان هدف تعیین کرد و پاکستان هدف تعیین شده را بر دست ساخت. رقابت‌های کرکت 20 اووره ناشنوایان آسیا با حضور افغانستان، بنگلادش، نیپال و سریلانکا در لاهور برگزار شدند. رقابت‌های پاورلیفتینگ در ولایت فاریاب با شناسایی چهره‌های برتر پایان یافتند. در پایان این رقابت‌ها لطف‌الله فایزان عنوان قهرمانی را به دست آورد و قوی‌ترین مرد فاریاب لقب گرفت. هدف از برگزاری رقابت‌ها رشد و گسترش پاورلیفتینگ در ولایت فاریاب گفته شده است. برای نخستین بار ولایت فاریاب گواه برگزاری رقابت‌های قهرمانی پاورلیفتینگ است. این رقابت‌ها در بخش اسکوات برگزار شده بودند و دو روز ادامه داشتند. به خاطر کسب لقب مرد آهنین ولایت فاریاب این مسابقه را راه اندازی کردیم. همین هدف داشتم که ما ان شاء الله روز قوی ترین مرد لقب شویم و همچنان حاجی کلمه افتخار داریم میکنم که از بدن ما بوی حطر واتر دنبال میایم نه از داروها. در این رقابت ها بیشتر از 30 ورزشکار از 4 باشگاه شرکت داشتند. دوره برگشت از مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو دیدار پیگیری می شود. در این دورها بارسلونا در نیوکام میزبان پاری سن ژرمن فرانسه است و بایرن مونیخ در آلمان از پورتوی پرتغال پذیرایی می کند. بارسلونا در حال میزبان پاری سن ژرمن است که در بازی رفت 3-1 به برتری رسیده بود و بایرن مونیخ نیز با نتیجه مشابه 3-1 در برابر پورتو تن به شکست داده بود. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شبتان خوش. خدا نگهدار.